آنها جانهای خود را نثار کردند، اما بزرفشان قیام و انقلاب شدند. امروز 30 سال از اون قتل عام می گذرد، ولی باز هم دعوا بر سر موضع داشتن و مقاومت کردن است. حالا سر موضعی ها نامشان کانونهای شورشی است، نامشان نیروهای برانداز است. و چنان که مسعود گفته است، پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ 100 برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود تا آنجا که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. آره، سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. آخوندها در این توهم بودند که با قتل عام زندانیان سیاسی، با سرکوب طولانی و با شیطانسازی به جنایت و سرکوب خودشون میتوانند ادامه بدهند و از اون طرف به حیات جنبش مقاومت میتوانند پایان بدهند. اما واقعیت این است که شکست خوردند. حالا این آخوند روحانی است که از مردم می‌خواهد که با فراخوان مجاهدین به خیابان‌ها نیایند، و این کارشناسان رژیمند که می‌گویند عامل سومی به صحنه وارد شده که در جلوی چشم‌هایمان محوری‌ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام، یعنی پشتوانه مردمی‌مان را از ما می‌ربایند، و این عامل سوم با اهرم‌هایش که همان کانون‌های شورشی می‌باشند به آتش افکنی در سرمایه بنیادین نظام که همانا نسل جوان این سرزمین باشد مشغولند. بله، واقعیت این است که امروز مسئله اساسی آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و تنها هم‌آورد این رژیم است. اونها از اینکه راه حلی برای معضلات خطیر خودشون پیدا کنند قطع امید کردند و عاجزند. به همین دلیل مأیوسانه تلاش میکنند تحولی که ایران را به سوی آزادی هدایت میکند عقب بیندازند. اما این خیال باطلی است که قیام‌های بیوقفه مردم جایی برای اون باقی نگذاشته. قیام هایی که در اشتیاق و آتش مردم ما به آزادی، دموکراسی و برابری ریشه دارد. صده هست که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطر جمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. و حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام و همچنین مسئولان 4 دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کنند. جاسوسان و مزدوران رژیم، باید از کشورهای غربی اخراج شوند. روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده، باید قطع شود
و سفارت های این رژیم باید بسته شوند و زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند. پارلمان اروپا، کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، استراسبورگ، اول آبان 98، 23 اکتبر 2019. میخواهم انتشار یک سند فوق‌العاده رو با نمایندگان مردم اروپا در میان بگذارم. این کتاب فهرست نام‌های بیش از 5000 تن از زندانیان مجاهد قتل عام شده توسط آخوندهاست. اگر بخوام ایران امروز رو بعد از 40 سال حاکمیت فاشیسم دینی در یک جمله برای شما معرفی کنم، ایران سرزمین قتل عام شده است که در اون علاوه بر زندانیان سیاسی، منابع طبیعی، فرهنگ و محیط زیست و همه و همه قتل عام شده اند. این کتاب تنها نام‌های اعدام شدگان نیست، بلکه یک گواهی تاریخی است درباره به گروگان گرفته شدن ایران، اون هم توسط فاشیسم دینی. این کتاب شرح حال ملتی است که در داخل مرزهای ایران تحت سرکوب ضد بشری قرار دارند، تحت سرکوب ضد بشری آخوندها، و در خارج از ایران حقوق بشر و آزادی و مقاومت اونها متاسفانه نادیده گرفته شده. در سال 1367 به حکم خمینی 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شدند. اکثر اونها اعضا و هواداران مجاهدین بودند. این جنایت علیه بشریت در خفای کامل صورت گرفت. جنایتکاران حاکم نه نامهای اعدام شدگان را منتشر کردند، نه نشانی مزارهای اونها را. در 3 سال گذشته با تلاشهای سازمان مجاهدین
جنبش سراسری دادخواهی در ایران بالا گرفته و انتشار این کتاب نتیجه همین جنبشه. اسامی شهیدان، نشانی بخشی از مزارهای مخفی، این شهرهای ایرانی که در اون گورهای دست جمعی و مخفی این عزیزان ما قرار داره و این هم عکس‌های تعدادی از این گورهای دست جمعی هست. اسامی 35 هیئت مرگ شامل 86 دشخیم در این کتاب اومده. 63% این افراد از مقام‌های رژیم آخوندی هستند و همکنون آخوند رئیسی رئیس قوه قضاییه است، وزیر دادگستری، نایب رئیس مجلس و شماری از بالاترین مقامات قضایی رژیم از هیئت‌های مرگ این قتل عام سراسری هستند. رهبر کنونی رژیم یعنی خامنه‌ای در خلال قتل عام‌ها خودش رئیس جمهور بود. رئیس جمهور کنونی آخوند روحانی در اون موقع معاون جانشین فرماندهی کل قوا بود. این کتاب همچنین شرح دردناکی است از سیاست مماشات نسبت به بزرگترین قتل عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم. متاسفانه دولت‌های غرب و سازمان ملل بر این جنایت چشم بستند. وقتی رژیم آخوندی در مقابل این جنایت بزرگ مسئولیت پیدا کرد، یک جنگ گسترش یابنده رو به خاورمیانه تحمیل کرد که هنوز متاسفانه ادامه دارد. و حالا 6 ماه به رغم ماکسیموم انعطاف کشورهای اروپایی، رژیم آخوندی توافق اتمی رو بیشتر و بیشتر نقض میکنه و همکنون در آستانه 4مین مرحله نقض توافق. در چنین شرایطی من برای پیشنهاد یک سیاست ضروری و واقعی امروز به اتحادیه اروپا آمده ام. این سیاست در قبال رژیم، به خصوص اونچه که در خاورمیانه در انجام میده، بسیار بسیار ضروریه. راستی در قبال رژیمی که تعمدن ابتکارات اروپا به ویژه فرانسه رو به شکست کشانده چه باید کرد؟ پاسخ یک سیاست قاطع اروپاییه که طبعاً لازمه اون حمایت از مقاومت مردم ایران برای استقرار آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم. بعد از امضای توافق اتمی در تیر ماه سال 1394، من از جانب مقاومت ایران تاکید کردم که برای جلوگیری از جنگ در منطقه، کشورهای 5 به اضافه 1 باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند. در دی ماه 1395 در پارلمان اروپا هشدار دادم که اگر با فاشیسم دینی حاکم با قاطعیت برخورد نشود، جنگ مهلکی را بر منطقه و جهان تحمیل می کند. آخوندها با استفاده از اون توافق و امتیازهای اون برنامه موشکیشون رو به سرعت گسترش دادند، سوریه رو در خون فرو بردند و جنگ رو در یمن بیش از پیش گسترش دادند. حال به وقایع ماهای اخیر توجه کنید. همین امروز مقامات آلبانیایی جزئیات بیشتری از توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور در مارس سال 2018 فاش کردند. این اطلاعات به خوبی نشون میده که تا
تمامیت رژیم آخوندی و همه جناح‌های اون درگیر صدور تروریسم هستند. بنابراین بار دیگر تأکید میکنم که برای ممانعت از تروریسم و جاسوسی توسط رژیم باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رو در لیست تروریستی قرار داد. مزدوران اونها رو باید محاکمه و اخراج کرد و سفارت‌های این رژیم رو باید در تمام کشورها بست، زیرا مرکز توطئه و انجام عملیات تروریستی هستند. سوال این است که چرا این حملات رو ادامه میده و چرا از پیامدهای اون نگران نیستند؟ روشنه، چون قاطعیتی در مقابل خودشون نمیبینن. حملات اونها به خاطر این نیست که اونها به قدرت خودشون اعتماد دارن. واقعیت اینه که اونها یک بیعملی در جامعه جهانی دیدند و به اون دلگرمند. چون که مسعود رهبر این مقاومت گفته، بنابر 4 دهه تجربه، تهدید کوتاه آمدن و نکوبیدن سر مار به سنگ است. ایران بدون این آزاد نمی شود. اما چرا آخوندها به این اعمال دیوانوار نیاز دارند؟ چون در داخل ایران به ویژه در برابر جنبش اعتراضی حاکمیت خودشون رو عمیقاً در خطر می‌بینند. از سال 1392 که سالی که روحانی به حکومت رسیده تا الان شمار اعدام‌ها به حدود 4000 نفر بالغ میشه و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره. راستی کسانی که انقدر دلواپس تجارت با رژیم آخوندها هستند، چرا یک بار برای بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی یک هیئت به ایران نفرستادند و نمی‌فرستند؟ چرا واکنش نسبت به سرکوب زنان در ایران و سلب آزادی‌ها و حقوق اونها نشون نمی‌دهند؟ خوشبختانه پارلمان اروپا در مقابل نقض حقوق بشر مردم ایران سکوت نکرده. یک نمونه قطعنامه همین 19 سپتامبر گذشته است که نقض حقوق زنان توسط رژیم آخوندی رو محکوم کرد. در سال‌های گذشته نیز پارلمان اروپا تلاش تصمیم برانگیزی در دفاع از مقاومت ایران داشته. نقش این پارلمان در مقابل سرکوب و کشتار رزمندگان آزادی توسط آخوندها و تضییع حقوق مردم و مقاومت ایران توسط سیاست مماشات از یاد نرفتنیه. اکنون از اونها انتظار میره که ابتکار عمل تازه‌ای برای یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران در پیش بگیرند. بنابراین یک، هر گونه رابطه و معامله اتحادیه اروپا با رژیم ایران باید مشروط به توقف اعدام و شکنجه در ایران شود. دو، پرونده قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود و مسئولان جنایت علیه بشریت به ویژه قتل عام سال 67 باید به عدالت سپرده شوند. سه، یک هیئت تحقیق بین المللی جهت بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی تشکیل شود و ملل متحد رژیم آخوندی را ناگزیر به پذیرش این هیئت کند. چهار، جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا باید به رسمیت بشناسد که مقاومت برای تغییر رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر حق مردم ایران است.
دوستان عزیز، یکی از نام‌های درج شده در این کتاب زهرا بیژنیار که 28 سال داشت، که سالهای طولانی در زندان بود، اون در نامه‌ای از زندان نوشت: این را فهمیدم که ظالمان حتی اگر اعضای بدن ما را قطع قطع کنند، حیات را تا زمانی که در ایمانمان ثابت باشیم از ما نمی‌توانند بگیرند، بلکه زندگی را زمانی از ما خواهند گرفت که ایمان و قلب خودمان را به آنها بفروشیم، و این رمز مقاومت جهان بشری است. و این پیام زهرا بیژنیار که در اینجا عکس اون در این کتاب هست، این پیام زهرا بیژنیار و همه قتل عام شدگانی است که جهان بشری رو به مقاومت در برابر دیکتاتوری و ستم و مبارزه برای آزادی فرا می‌خوانند. از همه شما متشکرم.